میدونم که باورت نمیشه. اشکال نداره. منم باور نمیکردم. اما بالاخره قبولش کردم که واقعیت همینه. من واسه این باهاش ازدواج کرده بودم که از تو انتقام بگیرم. تو رو اذیت کنم. نمیدونم کی و چطور عاشق اون شدم. این حرفا به تو نمیاد همسه. عشق به چی میگن؟ تو اینو نمیفهمی. برای تو عشق خودخواهیه و دیگه هیچی نیست. قبلم فریب خوردم اما این بار دیگه نه. برای نجات خودت دروغ میگی، اما افسوس دیگه خیلی دیره. تو خیلی سیرشی. بهت گفته بودم که از دارم دور بود. میمونم، اما به شرطی که تو از زن من دور بمونی. زن؟ یا فقط یه پرکه؟ این مسئله من و رومیه. سعی کن ازش دور بمونی. میگی رومی رو دوست داری مگه نه؟ پس به دروغت اعتراف کن. رابطه خودت و رومی رو بر پایه واقعیت بنا کن. میرم همین کارو بکنم. برای انتقام گرفتن از تو به دروغ پناه بردم. برای دوست داشته شدن واقعیتو میگم. امروز غذامو توی اتاقم میخورم. از کارت نباید دیر بیای، باید نازمو بکشی. اعصاب خوردیم هم تحمل کنی. من میتونم عصبانی میشم اما تو نمیتونی، چون تو حمزه نباید فقط به من، باید به ما دو تو حواست باشه. من باردارم. شیرینی چیه؟ تو حالا بردار. خب بگو برای چیه؟ تو بیا بهت میگم. یه خبر فوق‌العاده است. با شنیدنش دیوونه میشی. بگو دیگه. تو من
من و تو، ما دوتا داریم عمه میشیم. حالا ببین، مامان درگیر مراقبت از رومیه و منو با شیرینی فرستاده دفتر. اون چند روزی دفتر نمیاد و همه ی مسئولیت های دفتر روی این شونه های ضعیف توه. لطفاً هیچ کوتاهی نکن، باشه؟ موفق باشی. اون مادر شوهر رومی امشب دعوت کرده. من به مامان گفتم نمیرم، اما اون اصرار داشت که حتما برم. اما اگه شما بخواین من نمیرم. هممون با هم باید به رومی آفرینی بدیم که آدمی مثل حمزه رو تحمل میکنه. اما اگه بهش دقت کنم، بعد از ازدواج اون خیلی تغییر کرده هنا. من و مامان و بابا که کاملا ازش قطع امید کرده بودیم. اون واقعا یه پسر لجوج و سرکش بود. حالا اگه تو قبل ازدواج جونو میدیدی، هیچ وقت نمیذاشتی خواهرت باهاش ازدواج کنه. اما بازم خیلی خوب شد. حمزه سر به راه شد و با اومدن رومی خانواده ما کامل شد. چون کنار رومی خیلی خوشحالیم. الان نوبت ماست که اونو دو برابر خوشحال کنیم. ما اونو حبس نکردیم. رومی الان میاد آروم باشه. ببخشید، تو اینجا چی کار میکنی؟ خیلی خوشحالی، مگه نه؟ وای خدا، ببین خیلی خوب میتونم غمتو درک کنم. کاش تو اینو درک کنی که قراره چه غم بزرگی و پشت سر بگذرونی. دیگه نمیتونم حرفتو بشنوم. چهار سال هنه و حمزه توی یه دانشگاه درس خوندن. چرا مزخرف میگی؟ یه کلمه حرف نزن. خیلی حرف زدی. امروز من حرف میزنم و تو میشنوی. من با درس خوندنشون مشکل نداشتم. هم کلاسی بودن، خب حرفی نبود. ما 4 سال با هم دیگه دوست بودن. 4 سال. اینو بدون اگه یک کلمه دیگه از ذهنت در بیاد، فهمیدی؟ خوب میشد اگه این سیلیو به حنا میزدی. حمزه که غریبه بود، اما خواهر خودت با وجود دونستن همه چی بازم فریبت داد. انتقام چی ازت گرفته؟ بگذاریم، این چیزا به من هیچ ربطی نداره. دونستن این قضیه خیلی برات مهم بود، واسه همین بهت گفتم. خیلی برات ناراحت و متاسف شدم. خیلی به عشق حمزه مغرور بودی، مگه نه؟ فکر کردی اون به خاطر تو با ماشین تصادف کرده؟ اما میدونی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که حمزه فقط حنا رو دوست داره. عشقیم
حال خواهر تو رو. امروز جنگ من و تو تموم شد. خانم، خواهرتون اومده. چطوری؟ خوبی؟ تو بشین. چند سالی همسر رو بشناسی؟ پاسخ سوالات خود را در قسمت بعدی بدهید.